امروز ماتم ملی است. در ماتم ملی باید صدا بلند کنیم، صدای همدردی، صدای کمک، صدای همیاری بلند کنیم. به هر حال در بیا با هم بگیریم، بیا با هم بنالیم، بیا با یاد سرهای خفته در خاک با هم بگوییم. سر تا سر کشور ما حکایت از درد، رنج، مصیبت، بدبختی و جنجال است. هر روز از هر گوشی وطن ما داستان‌های تلخ و غم‌انگیز داریم، قصه‌های بسیار دلخراش داریم. گاه هموطنان ما از اثر حوادث طبیعی جان خود از دست می‌دهند، مانند که امروز در اثر زلزله در ولایت شرقی کشور به صدها هموطن ما کشته و یا زخمی شدند. در شمال نیز در تخار به اثر از جاری شدن سیلاب ده ها هموطن ما جان خود از دست دادن، و گاهی هم در اثر جنگ ها و گاهی هم در اثر عملات تروریستی و این و آن، یه هموطنان نازنین ما، یه هموطنان واقعا دردمند و بینوای ما جان های خود از دست میدن. واقعا درد آور از قصه تلخ میهن نفرین شده ما. واقعا متاثر کننده است که هر روز ما داستانی از غم داریم، قصه از مصیبت داریم. تا چی زمانه، تا چی وقت این ملت باید کشته و قربانی بتن و بدبخت باشه؟ پکتیکا و خوستی های عزیز و ننگرهاری های گرامی، در غمتان با گوشت و پوست و استخوان شریکیم. تا که خبر دارین زلزله بسیار نیرومند بخشای از ولایت شرقی کشوری ما را لرزاند و باعث خسارات زیاد شد. یعنی بعد از اینکه زلزله به وقوع پیوست، معاون وزیر حوادث در حکومت طالبان در نشست مطبوعاتی در ابتدا اعلان کرد که آمار جانباختگان به 920 نفر رسیده. شرف الدین مسلم، معاون وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی طالبان، در جریان نشست خبری گفت که در نتیجه زلزله بامداد امروز 610 نفر دیگر هم زخمی شدند. این البته در ابتدا بود. خب واقعا درد آور است بینداییرمی که آغاز روز خود ما با چنین خبر شروع کنیم که در گوشی از کشور ما صدها هموطن بینوا و دردمند ما جانهای خود را از دست دادن. این درد از دست دادن هموطنان عزیز ما که گاه در جنگ و گاهی هم در حوادث طبیعی از بین میرن و هر کدام از اینا پاره تن ما هستند، تا چی زمان ادامه دارد؟ الهی خودت به داد ما برس. برای جان باختگان حادثه بهشت برین و برای زخمیان حادثه شفای عاجل از دربار طبیب واقعی آرزومندم. خب یادآوری می‌دهیم که این زلزله در ساعت اولی امروز چهارشنبه 22 جون که مطابق میشه به اول سرطان زمانی رخ داد که بسیاری از مردم در خواب بودن. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته شده حاکی از رانش زمین و تخریب گسترده خانه‌ها است. امدادگران در تلاش برای مداوای مجروحان هستند و در مناطق دورافتاده هلیکوپترهای وزارت دفاع طالبان قربانیان را به بیمارستان منتقل میکنند. بزرگرامی، آنچه که واقعا ناراحت کننده بود برای من این بود که ما واقعا امروز به اصطلاح ماتم ملی بود که هموطنان ما
درد و رنج و مصیبت در یک گوشی از وطن اس کردن و نه اما در صفات اجتماعی در بعض نوشتا آنچه را که خواندیم واقعا برای ما درد آور بود. آن وطنان ما در نوشته های خود اسم ملی نداشتن، اسم جدایی بود، اسم از هم دور بودن بود که واقعا این در امروز در بعض نوشته یک مسئله ثابت شد بینده گرامی که ما نه درد مشترک داریم، نه منافع ملی مشترک داریم و این چیز نداریم. هر کدام به فکر خود هستیم و رنج و درد خود به اصطلاح تنها میخواییم داشته باشیم و این یک واقعا دردآور است. یا منتهای فقر فرهنگی است که در گوشی از وطن یک حادثی علمناک رخ میده ولی ما بگیم که چرا در این گوشه چنین کار صورت گرفته، چرا در این گوشه چنین چیزیست. من نمیخوایم وارد جزئیات شوم ولی واقعا دردآور بود. ما در ذات بعد صحبت های از آقای محمود بایر فرمولی رو میشتویم و باز دوباره به صحبت ها ادامه میدیم. لطفا با ما باشین. You are watching Omid TV 24. If you'd like to watch our live programs, you can watch it through www.omidtv24.com. شما بیننده تلویزیون امید 24 هستین. اگر میخواین که برنامه های زنده ما را تماشا کنین میتونین از طریق www.omidtv24.com تماشا کنین. خب میریم به سراغ آقای فرمول. جان فرمول چه بر شما ما سلام تقدیم میکنم. سلام و عرض حرمت حضور شما و بینندگان امید 24. شما از یک درد جانسوز، از یک درد عالمگیر، زمینگیر و یک درد ماتم ملی سخن میگین و واقعا دردآور است. از زمین، از آسمان، از چهار گوشه بر سر این ملت مظلوم به دفعات و به بهانه‌های مختلف به اصطلاح تگرگ مرگ می‌ریزه. پکتیکا و خوست جزء از عضو بدن جدا ناشدنی سرزمین افغانستان عزیز مثل سایر شهرها، ولایتها و نقاط افغانستان است. به این درد همه سوگوار هستند و عجب حالت است که قحطی از یک طرف، طاعون کشنده امارت از دیگر طرف، عدم تخصص مسلکی و کسی که بتانه این و بحرانهای طبیعی را مهار بکنه یک غم دیگر است که بسیار مشکل است که از ملایی که هنوز سواد خواندن قرآن مجید را نداره از او توقع داشته باشیم که جلوگیر حوادث اینچنونی در افغانستان باشه. یعنی ما سوگوار چندین جهات هستیم، ما از چندین زاویه ها ما رنج میبریم و در چنین حالت هرچی زودتر امید کمک های جهانی به افغانستان سرازیر شود و امیدوار هستم که توزیع این کمک ها به وجه درستش و به دور از دسترس فساد پروران امروزی به توزیع شود و به مستحقینش برسه، گرچه این و تلفات جانی هزاران انسان در افغانستان به یقین که از کمک های فردی و شخصی و گروپی افغان ها بیرون است. جهان در چنین حالت با وجودی که تجربه خوب هنوز از این امارت ندارند و از فساد روستاروز دامنگیر امارت منابع تمویل کننده مادی شکوگر هستند، ولی در همه حال ما در غم کسی که در غم فاریاب و دایکندی نمی سوزه و نسوخته و کسی که امروز در غم پکتیکا و خوست نمی سوزه
به یقین در صدرش، در سینهش، به جای دل یک سنگ جا به جا شده که او به هیچ غم انسان تمکین نمی کند، به هیچ غم انسان افغانستانی اینا عشق نمی ریزن. همونطور که شما اشاره کردین، حیف بر آنانی که به اصطلاح میگذارن که به اصطلاح طالب، زجر طالب پاداشش باید مردم افغانستان بنابر عقده های وارده تعصبی و تبعیضی این رنج بکشه. این رنج همگان احساس میکنیم در هر نقطه جهان، با پوست و رگ و خون این غم شریک میسازیم. این یک ماتم سرتاسری هست و یک ماتم ملی همگانی هست، یک عشق غم هست. تشکر از شما که یادآور امی دردها هستین و به موقع انگشت رهنمایی و نقد را بر سر مسائل میگذارین که او راست واقعا رنج آور است و روح شهدای این حادثه باز هم دست دعا اگر بلند بکنیم که حال دیگه دست دعای ما هم خشک شده، چرا آسمان هم قهر است، زمین هم اژدهای دیگر است که انسان را میبلعه. آه ماتم این مردم چگونه اثرگذار خواهد شد و این بساط خونین افغانستان چه وقت برچیده خواهد شد تا ما بتانیم که از رنج مردم نفس براحت کشیده باشیم. تشکر از شما، روح رفتگان شاد و تسلیت به تمام افغانستان عزیز تقدیم میکنم. سلامت باشین جهان. سپاس جناب فروسی، ممنون از شما. صحبتت با آقای محمود باهر فرمودی. من صحبت خود کردم بینده گرامی پیشتر. درد ما باید مشترک باشه. اگر ما به وطن میاندیشیم که نامش افغانستان است، شادی ما مشترک باشه. ما امروز دیدیم که هموطنان ما این درد جدا ساختن. وقتی که درد جدا میشه، وقتی که ما از تو جدا میشم، پس معنی مردم چیز، معنی دولت و آینده وطن چی هست؟ ما که همیشه میگیم که ما را دشمنا فصل فصل کردن، اما حال میبینیم که در پهلوی دشمنها خود ما هم در فصل کردن و در دور شدن از همدیگی خود بسیار مهارت داریم. مثلا با کلمات بازی میکنیم تا فصل ها رو بیشتر بسازیم، از وصل خبر نیست. مثلا امروز در بعض جای خواندیم که وقتی که در نمیفهم 2005 بود یا 95 بود، نمیفهم، فراموش کردم، زلزله که در ولایت بدخشان شد، فکر میکنم 2005 بود، شد. در اون وقت ملا عمر سردسته طالبا زنده بود و گفت که مردم بدخشان گناهکار بودند و امروز مجازات شدند. و امروز بعض از هموطنان ما سوال کرده بود که ملای بطلا غمشریکی کرده، آیا مردم پکتیا هم گناهکار بود؟ آیا این واقعا غمشریکیست؟ آیا این واقعا اسه هموطنیست؟ اسه شهروند بودن است نسبت به همدیگر؟ گوشی از کشور در مصیبت غرقه. خب بعض از هموطنان ما مسئله پنجشیر نشان چی کرده بودند، یادآوری شده بودند که کسایی را که طالب ها در پنجشیر روان کرده برای کشتن مردم، خوب است که اینا را بیرون کنه ببره در پکتیا و پکتیکا کمک رسانی کنه. ولی به هر حال ما در چنین حالتهای بیندگرامی که با قوم پیونده ملت ها، مردم ما باید با همدیگر خود هم شریکی داشته باشند. تفرقه و جدایی در بین سیاسیون است، نه در بین مردم. مردم چی گناهی داره؟ مردم خوست، مردم پکتیا، مردم نگرهار گناهشان چیست؟ یا مردم پنشیر گناهشان چیست؟ مردم مزار شریف اینا گناه که مردم عادی ما و شما نه گناهی مرتکب شدن نه خطایی، فقط ایزوم آتش جنگ هایی هستند که سیاسیون ما، معاملگران، خائنین، وابسته ها در کشور ما
ایر شولاور ساختن و مردم ما میسن. پس وقتی که در جای مردم ما ضربه میرن، مردم ما با مصیبت روبرو میشن، وظیفه فرد ماست وقتی که بیاریشون بشتابیم حداقل احساس ابراز غمشریکی کنیم. یک غمشریکی چیک از ما چی میکاهه؟ ولی امی غمشریکی شاید زمینی شود برای پیوند، برای فصل کردن، برای ایجاد باورمندی نسبت به همدیگر، برای ایجاد پذیرش نسبت به همدیگر. واقعا امروز وقتی که ما خواندم احساس کردم که وقتی که ما میشت گفتیم که ما تعریف مشخص از منافع ملی نداریم، امروز برای من واقعا ثابت شد که ما هیچ چیز مشترک در یک کشور نداریم و هر روز بیشتر از هم جدا میشیم. آیا این جدایی ها درد ما رو دوام میکنه؟ آیا واقعا این جدا بودن و جدا زیستن و جدا اندیشیدن آینده ما رو رقم میزنه؟ کشتی بشکسته ما رو به ساحل نجات میرسنه؟ به الله پاک قسم که نه تنها که نمیرسنه ما رو به جای نمیرسنه، بلکه بدبختر میسازه. بین هموطنان گرامی، ما با حال خواهش کردیم شما که دو چیز تفکیک کنین. یکی سیاسیون معاملگر است که مردم ما رو از هم جدا ساخته، یکی مردم دردمند ماستن که در هر گوشی از این وطن سوختند. امروز دردهایی که واقعا مردم ما در دوگر و بالا دارن در پکتیا و پکتیکا و خوست و گردیزینا شاید اکبیسی ها مردم ما نداشته باشن، ولی اونجا خطر مسائل سانه اجتماعی و اینا نیست که دردها رو بیان کنن و شاید در این طرف دردهای متفاوت باشه. ولی ما بازم تقاضا میکنم که در چنین حالتهای فراموش کنیم که از کدام گوشی وطن ویرانه و نفرین شده ماستین. به مردم بیاندیشین که پاری تن ما هستن، هموطن ما هستن، خواهر ما هستن، برادر و پدر و مادر ما هستن. آیا شما میتونین لحظه جدا از فامیل زندگی کنین؟ نمیتونین. آیا درد خاطر خانواده را شما میتونین تحمل کنین؟ نمیتونین. اونو ملت که در اونو کشور است، در هر گوشی از این وطن است، باور کنید که عضو از خانواده است. چه عضو به درد آورد روزگار، دیگر عضو ها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهن آدمی. حال بینده گرامی، اگر شما هم میخواید که صحبت داشته باشین، میتونید که زنگ بزنین و ما دوست داریم که صدای شما را هم با خود داشته باشیم. شما تلفن استودیوی شما میبینید. البته یک چیز ما شک دارم و اویست که در بسیار کشورهای پیشرفته وقتی که حوادث طبیعی رخ میده، سیل میده، زلزله رخ میده، این یکی دو روز سه روز بعد آمار دقیق از تلفات ارائه میکنن. اما در اینجا که انوز واقعا موابایید که چی شده بود مثلا اتفاق افتاد، صورت عاجل ای آمار از 1000 تن کشته و 1500 تن زخمی بیشتر گزارش داده شد. امیدوار هستم این آمار درست نباشه به خاطر جلب افکاری و جلب کمک های خارجی نباشه، برای اینکه اگر درست نباشه تشویش در بین هموطنان ما در گوشه و کنار جهان در هر جایی که هستن خلق میکنه و هر کدام در فکر میباشه. آژانس باختر مربوط به حکومت طالبان نوشته است که تلفات که ارائه شده، یعنی 1000 کشته و 1500 زخمی، تنها در ولسوالی های گیان و برمل این ولایت میباشد. یا آژانس افزوده که در ولسوالی زیروک و نکی پکتیکا هم به مردم خسارات مالی و جانی رسیده، اما آمار دقیق معلوم نیست. اما تاکنون منابع مستقل این ارقام را تایید نکردند. با گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیام ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت افغانستان از ارسال دو فرمان هواپیمای آوی کمک‌های اولیه به قربانیان این حادثه خبر داده است. شب گذشته زلزله با بزرگی 5.9 ریشتر و در عمق 10 کیلومتری زمین ولایت های شرقی افغانستان را لرزاند. بر اساس آخرین آمار رسمی در نتیجه
این زمین لرزه بیش از 1000 تن کشته و بیش از 1500 تن دیگر مصدوم شدند. در حالی که شماری از کشورهای جهان با زلزله زدگان افغانستان اظهار همدردی کردند، ملل متحد و اتحادیه اروپا گفتند که آمدن به قربانیان این رویداد کمک فراهم کنند. اداره هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا در یک توییتر گفته است که تیم‌های ارزیابی خویش را به ساعات متاثر شده از زلزله فرستاده است. این اداره ملل متحد افزوده است که از ملل متحد و ادارات بشری دیگر تقاضا صورت گرفته است تا اداره مبارزه با آفات طبیعی محلی را در خصوص ارزیابی و پاسخگویی به نیازمندی‌های فوری حمایت کنند. در کنار این، تامسن نیکلسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک توییت نگاشته است که این اتحادیه وضعیت در افغانستان را از نزدیک نظارت میکند و آماده است معاونت‌های عاجل اتحادیه اروپا را به باشندگان و ساعات صدمه دیده برساند. این در حال است که پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان گفت که برای قربانیان زلزله افغانستان دعا و برای زخمی‌ها و افراد متاثر شده تسلیت می‌گوید. سفارت ایالات متحده آمریکا برای افغانستان که فعالیتش را از قطر به پیش میبرد در یک پیام تویتری با زلزله زدگانی که اقاربشان را از دست دادند تسلیت گفته است. این سفارت گفته است که ما از گزارش‌های مبنی بر اخوی زمین لرزه در شرق افغانستان عمیقاً متاثریم. ما خدمت همه کسانی که از بابت این رویداد ویرانگر متاثر گردند از صمیم قلب تسلیت عرض میکنیم. وزارت امور خارجه هند نیز با قربانیان زلزله در افغانستان ابراز همدردی کرده است. سخنگوی وزارت خارجه هند امروز چهارشنبه در حساب تویتر خود نوشته است که ما در غم مردم افغانستان شریک هستیم و در زمان نیاز به حمایت و کمک خود ادامه می دهیم. در همین حال شهباز شریف صدر اعظم پاکستان نیز از زلزله شب گذشته در افغانستان ابراز تأسف کرده است. شهباز شریف در یک تویت نوشته است که متاسفانه اطلاع یافتیم که در اثر زلزله مردم افغانستان به حق رسیدند. پاکستان در غم برادران افغان خود شریک است. برای شفای عاجل زخمیان دعا میکنیم. مقامات پاکستانی در این زمان دشوار برای کمک به افغانستان آماده هستند. شورای عالی مقامات ملی برای نجات افغانستان این رویداد گفته است که این رویداد در حال رخ داده که طالبان به نیازهای مردم بی اعتنا است. شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان که متشکل از شورای سیاسی دولت‌های پیشین افغانستان در بیانیه با ابراز همدردی و بازماندگان زلزله گفته است که این رویداد در حال رخ داده است که افغانستان با نبود نظم و حکومتداری روبرو است و طالبان به نیازهای مردم توجه نمی‌کنند. این نهاد از نهادهای محلی و بین‌المللی خواسته است تا به بازماندگان این رویداد توجه و از آنها حمایت کنند. جبهه مقاومت ملی افغانستان خواهان کمک‌های فوری به زلزله زدگان در پکتیکا و خوست شد. جبهه مقاومت ملی افغانستان از نهادهای کمک رسان و خیریه خواسته است تا سریع و با هر چی در توان دارد به کمک آسیب دیدگان زمین لرزه در شرق افغانستان برسند. سبقت احمدی سخنگوی این جبهه در تویتر با آسیب دیدگان زمین لرزه ویرانگر در ولایت‌های پکتیکا، خوست و نگرهار ابراز همدردی کرده و شمار تلفات در این رویداد را بلند توصیف کرده است. در این زمان ده ها هزار شهروند افغان در کانادا نگران سلامت خانواده ها و بستگان و امیهنانشان در افغانستان هستند. گفته می شود که حداقل 1500 تن هم زخمی شده است. مسئولان افغانستان هشدار دادند که تعداد قربانیان و آسیب دیدگان احتمالاً بیشتر خواهد بود. قدرت زلزله بعداً اعلام شد که 6.1 درجه ریشتر بوده و مرکز آن نزدیک به مرز پاکستان بود. کارشناسان عمق زلزله را در 10 کیلومتری زیر زمین ذکر کردند که این سبب افزایش تلفات می شود. نیروهای امداد با هلیکوپترها به کمک آسیب دیدگان شتافتند، اما بسیاری از سازمانهای بین المللی امداد رسانی در پی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در سال گذشته این کشور را ترک کردند. زمین شناسان پاکستان مرکز زلزله را در ولایت پکتیکا در 50 کیلومتری جنوب غربی شهر خود ذکر کرده است. لرزه های زلزله تا شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان احساس می شود. بار دیگر به قربانیان حادثه بهشت برین از دربار خدای یک تارتو میکنیم و برای زخمیان شفای عاجل